کلی آیتم جدید به گادافار رگناروک اضافه شده که باید در نیو گیم پلاس آنلاکشون کنیم آرمور کلوک بالاخره به بازی اومده و همچنین حالا میتونیم کلی ظاهر جدید و باحال رو, رو روی آرمور اعمال کنیم همچنین بعضی از آرمورهای های گادافار چهار هم دوباره برگشتن اما آیا این آیتم ها میتونن تا آخر بازی همراهمون کنن؟ اگر از ویدیوهای گادافار رگناروک خوشتون میاد ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید اولین آیتمی که باش شروع میکنیم ست آرمور باحال بلک بر هستش ظاهرش خیلی خوشگله و به لطف قابلیت زواهر حالا میتونین ظاهرش رو روی هر آرمور لول نهی که دارین اعمال کنین این آرمور به طور بیسیک در لول هفت قرار داره که خوشبختانه استتهاش و ویژگی مخفیش در همون لول فعال هستش استت که با پوشیدن این ست میتونین تقویت کنین سترنگس، دفنس و کول cool آپگرید کردنش به لول 9 هم خیلی ساده است چون فقط لازمه داشتن هک سیلور از گاردین اینگات و باندد لدر هستش که میتونین حالا در نیو گیم پلاس این گات ها رو خیلی راحت از فروشگاه خریداری کنین یه بخش کوچیکی که به خرید آیتم های فروشگاه اضافه شده اینه که حالا میتونین تعیین کنین که دقیقا چقدر از یه ای آیتم رو میخواین بخرین اما دلیل اصلی که واسه آپگرید کردن این آرمور وجود داره ویژگی مخفیشه در واقع آرمور سینه بهتون این امکانو میده دقیقا بعد از اینکه در ثانیه آخر از دست دشمناتون جا خالی میدین بهشون چند تا گلوله از بای فراست رو وارد کنین دقیقا مثل آرمور ریدینت که حالا این دفعه به جای کند کردن زمان می میتونین با جاخالی دادن به دشمنتون یکی از عناصر بازی رو وارد کنین همینطور هیچ محدودیتی هم واسه این کار وجود نداره اگه خواستین میتونین هی با جاخالی دادن پشت سرم به دشمنتون بای فراست وارد کنین و به لطف یکی دیگه از ویژگی های آرمور سینتون حالا هنگام جاخالی دادن مقاومتتون در برابر بای فراست بیشترم میشه اما قطعا اگه به پری کردن اتک های دشمن عادت دارین ممکنه در اوایل استفادهتون از این آرمور یکم به مشکل بر بخورین اتفاقی که واسه خودم افتاد همچنین گلوله های بای فراستی که شلیک میشن خیلی قدرتشون زیاد نیست پس من ترجیح میدم از این آرمار فقط واسه ظاهر قشنگش استفاده کنم اما ویژگی مخفی آرمار دست ها و پایین هم جنگی به دل نمیزنن بعد از یه جاخالی به موقع اولین ضربه که کریتوس به دشمن میزنه چهل درصد دمیج بیشتری وارد میکنه و این موقعی هستش که هر دو تا قطعه رو پوشیده باشی که باید بگم با ویژگی آرمار سینه خوب ترکی میشن اما چهل درصد دمیج اضافی اونم واسه یک ضربه یکم کمه اگه خواستین میتونین از ستا انچنتمنت های آل استفاده کنین که بعد از جاخالی دادن بر پایه قدرتتون ضربه بعدیتون رو واسه تون تقویت میکنن تمامی این ویژگی ها مجبورتون میکنن صبر کنین تا اول دشمن ضربه رو بهتون بزنه نمیتونین خودتون نبرد و شروع کنین که به نظرم ویژگی های خیلی بهتری در نیو گیم پلاس هستش که میتونیم ازشون استفاده بهتری بکنیم مثلا همین آرمور اریس که ظاهرش واقعا معرکه است در ویدیو قبلی که درباره تغییرات نیو گیم پلاس بود هم به این آرمور اشاره کردم که رو در دیسکریپشن واسهتون قرار میدم اما چیزی که متوجهش نشده بودم این بود که این آرمور در واقع از گاداوار دو اومده آرموری که کریتوس به صورت بیسیک تنش بود دقیقا شبیه به خودش نیست ولی شباهت‌های های زیادی داره اما نکته مثبتش که ممکنه به سبک بازی کردنتون بستگی داشته باشه هم بسیار قدرتمنده آرمار سینه ی اریس دو کار رو انجام میده هلف ها رو واسهتون تقویت میکنه تا حالا بتونین با استفاده کردن ازشون ریج خودتون رو هم پر کنین اما این ویژگی باحال ترم میشه وقتی به ویژگی دوم آرمور توجه میکنیم وقتی در حالت ریج به دشمناتون ضربه میزنین این شانسو دارین تا کرتوس واسهتون یه هلس دراب کنه خود آرمور سینه استات لاک یا همون شانستون هم دقیقا مثل دو تا قطعه دیگه تون تقویت میکنه تا کارتون راحت تر شه هرچند که به نظر میرسه بدون داشتن استت شانس خیلی زیاد بازم هلسستون های زیادی در حالت ریج دراب میشن قطعا ترکیب کردن آرمور سینه با اسپارتان ریج فیوری میتونه بهترین گزینه باشه چون بقیه ی ریج ها بهتون امکان زدن ضربات مستمر رو نمیدن اگه در حالت ریجتون یهو از یکی از هلسستون ها استفاده کنین میتونین بازم خط خون و ریجتون رو پر کنین همچنین همونطور که میدونین اگه وقتی از این آیتم ها استفاده میکنین دشمنا بهتون نزدیک باشن فقط با شکستن هلسستون ها هم میشه اتاکشون رو خراب کرد به لطف تمامی این ویژگی ها میتونین یک سوم خط خون باسهای های بازی و فقط به ریج کردن ناپدید کنین همینطور پیشنهاد میکنم از این چنتمنت بونا فیوری در امیولتتون استفاده کنین تا هنگام ریج فیوری ضرباتتون ریج زیادی مصرف نکنن اما انجام این کار مقدار خونی که توسط هلسستون ها موقع ریجتون به دست میارین و هم کاهش میده که حالا چون این امکان واسمون فراهم شده تا بتونیم کلی هلسستون موقع ریج واسه خودمون دراب کنیم خیلی اهمیتی نداره اما میتونیم این بیلدو از چیزی که ها... چی دارم میگم عادت کردم دیگه ولی بله به لطف ویژگی مخفی آرمار دست ها و پایینتنه میتونیم قدرت ضربات ریجمون رو از چیزی که هستم کلی بیشتر کنیم اگه خط ریجتون فول باشه و بعدش برین روی حالت ریج پرکی تون فعال میشه که به مدت ده ثانیه تمامی ضربات ریجتون رو تون تقویت میکنه با پوشیدن هر دو قطعه این تقویت به 50 درصد میرسه که واقعا مرک است اما تنها نکته منفیش اینجاست که واسه انجام این کار خط ریجتون باید حتما قبل از ریج فول باشه اما به لطف هلسستون ها که خیلی بیشتر از ریجستون ها واسه ظاهر میشن میتونیم این کار رو خیلی ساده انجام بدیم واسه گرفتن ست آرمور اریس هیچ کار خاصی لازم نیست انجام بدیم کافیه بعد از اینکه به خونه سیندری رسیدین از فروشگاه خریداریش کنیم اما اگه آرموری میخواین تا بازی و واسه تون کلی چالش برانگیزتر بکنه میتونین آرمور سار سپارت ها رو هم از فروشگاه خریداری کنیم این آرمور هیچ ویژگی مخفی نداره و نمیشه تقویتش کرد در نتیجه لولتون پایین میمونه همچنین بجز بخش پایین تنه که ریتوس رو بدون آرمور جلوه میده طوری که فقط با تعویز آرمورمون لولمون از 8 به 5 میرسه اما اگه خواستین بیشتر لولتون رو بیارین پایین میتونین اتچمنت سلاحاتون اونایی که کلمه ی اسپارتا رو داخلشون دارن بخرین تا بازی کلی سخت شه چون استاتی بهتون اضافه نمیکنن و همچنین آپگرید هم نمیشن انجام تمامی این کارا به علاوه یه اتچمنت اسپارتا واسه شیلد میتونه لولمون رو شیرین بیاره روی چهار از اونجایی که دشمنای اوایل بازی لولشون هفت هستش به این معنیه که تا آخر بازی حداقل سه لول از دشمناتون پایینتر هستین که این خودش کلی نبرد و سخت میکنه اما یکی دیگه از عناوین اسپارتا شیلد جدیدی به نام اسپارتن اسپس هستش که اینو هم میتونین خیلی راحت از فروشگاه خریداری کنین این شیلد یه جورایی مثل گاردین شیلد همون شیلد قدیمیمون میمونه اما پری کردن باهاش یکم کم سختره و از اون طرف قدرتش هم کلی بیشتر دمیجش خیلی بیشتر نیست اما قدرت پرتاب کردن دشمنو بسیار تقویت شده طوری که در مقایسه با گاردین شیلد که دشمنا رو کمی به عقب میرونه اسپارتن اسپس نداره و دشمنا رو کلی عقب تر میندازه حالا میتونین دشمنا رو بندازین سمت دیوار تا زود ترگیج بشن و یا با یک ضربه از بلندی پرتشون کنین پایین تا هلاک بشن همچنین پری کردن سنگین با این هم حالا به جای اینکه دشمنا رو بندازه زمین پرتشون میکنه هوا تا مثل توپ قلقلی بتونین بهشون همینطور دمیج بدین درسته که پری کردن بهش به دقت بیشتری نیاز داره اما به نظر میرسه خیلی هم سخت نیست به راحتی میشه این رو انجام داد اما یه ریوارد دیگه هم در نیو گیم پلاس در انتظارتونه که واسه گرفتنش حداقل باید خط داستانی و تموم کرده باشید انجام این کار مناطقی به نام لاست رمننس و از و همچنین فایت دادن با گنا والکری مخفی بازی و واسهتون در دسترس قرار میده که هر دوتاشون واسه گرفتن آرمور زئوس یه آرمور دیگه که از گادافور 4 لازم هستن من هنوز خط داستانی و تموم نکردم پس فعلا نمیتونم بگیرمش اما ظاهرش دقیقا مثل آرمور اریس هستش با این تفاوت که به جای رنگ قرمز و طلایی از نقره و خاکستری تیره ساخته شده ویژگی مخفیشم به این صورته که تمامی دمیج و رو تقویت میکنه اما از اون طرف دمیجی که از مانسترو میخورینم تقویت میشن با پوشیدن کل ست آرمور زئوس دمیج کلیتون 80 درصد افزایش پیدا میکنه و دمیجی که از منو میخورین هم 180 درصد بیشتر میشه اگه خط داستانی تموم کردین و میخواین این آرما رو بگیرین میتونین پایین رو با پاکسازی این منطقه که در این قسمت از ونهایم قرار داره به دست بیارین آرمار دست ها رو هم از پاکسازی این منطقه در آلفایم و در آخر واسه گرفتن آرمار سینه هم باید گنا رو در هایم شکست بدین از اونجایی که خودم هنوز این آرمور رو نگرفتم پس نمیدونم که این مکان ها چقدر دقیق هستن پس اگه تونستین خطاعتش رو در مکان های دیگه پیدا کنین حتما توی کامنت ها واسم بنویسین اما این بود از آرمورهای های جدید نیو گیم پلاس بریم سراغ زواهر حیرت آور جدیدی که به بازی اضافه شده همونطور که در ویدیو قبلی هم یه اشاره بهشون کردم میتونین این ظاهرهای جدید رو در ازای 20000 هکسیلور از فروشگاه خریداری کنید زواهر خوشگلی که میتونین روی آرمورهای لول 9 تون اعمال کنین زواهری که از آرمورهای قدیمی تون الهام گرفته شدن مثل همین آرمور ریدینت که به رنگ خونین در اومده همچنین دو تا ظاهر جدید هم از آرمور آنداینگ پایرس داریم که آبی و سبز هستن یا بهتر بگم آبی و سمی هستن که در تاریکی هم میدرخشن اما بریم سراغ ظاهر توایلایت که از روی آرمور فالینگ ستارز الهام گرفته شده و حالا به رنگ های بنفش و قرمز در اومدن که اونا رو قدرتمند جلوه میده اما یکی از خوشگل ترین این زواهر آرمور الهام گرفته شده از ست نیداویلر هستش ترکیبی از رنگ های قرمز و بنفش رو اینجا مشاهده میکنین که به نظر میرسه در سفارت بیشتر میره سمت بنفش تا قرمز درباره ظاهر های مورد علاقتون در بازی حتما واسم بنویسین و اگه میخواین ویدیوهای بیشتری از گادافار رگناروک ببینین ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید با کلیک روی صفحه میتونین با تمامی تغییرات جدید نیو گیم پلاس آشنا بشین توی ویدیو بعدی میبینمتون فروه